کپه کپه از روی زمین نگاه در اومده. دو تا قول داشتن با هم دیگه میجنگیدن. واقعا زیباست این رودخونه. اینم باز دوباره مجسمه جولیبی. رسیدیم به سومین جزیره در کشور فیلیپین به نام جزیره بوهول. فیلیپین آخرین کشورمونه توی سفر مفصل آسیای شرقی و جنوب شرقیمون، 12th کشوره. توی این کشور داریم به 4 تا از بیشمار تعداد جزیره‌های فیلیپین سفر می‌کنیم و الان می‌خوایم بریم این جزیره رو ببینیم که یکی از عجیب‌ترین موجودات زنده و یکی از خاص‌ترین ساختارهای طبیعی دنیا رو داره. این طبیعتش رو هیچ جای دنیا نمی‌تونیم پیدا کنیم. امروز صبح زود پا شدیم بریم جزیره سوممون توی فیلیپین، جزیره بوهول. اومدیم ترمینال 1 ایرپورت سبو که اینجا بلیت فری گرفتیم و به وقتی که فری بیاد میریم سمت جزیره. 2 ساعت هم راه داریم. بلیت فریشو از سبو به بوهول از سایت خود اوشن جت گرفتیم. نفری هم 800 تا پول اینا که میشه حدودا 17 دلار یه طرفه. 17 دلار میریم 17 دلار برمیگردیم. اینجا تو ترمینال موسیقی زنده دارن. دنیا میریم سوار شیم. الان راه افتادیم به سمت سبو، ولی این کشتیش از این کشتی باحالا نیست که میری باد میخوری و راه میری چیز نیز میخری، همجی باید مثل هواپیما سیخ بشینی تا برسی. من 2 ساعت حتی ازش پرسیدیم که جای دیگه این جای بهتر داری که ما به تیم اپگرید کنیم بشینیم، مثلا چون تخت بشه این صندلیاش استراحت کنیم. گفت بعد چک کنم داری ولی ممکنه پر باشه. بعد رفت چک کرد و همش پره. اصلا آپشن آنلاینش هم ما تو پیدا نکردیم. آره فکر کنم بلیتش اصلا کلا به عنوان یه بلیت کلا جدا میفروخت، نه که تو همون رایدی که برای سبو به بوهول میری بعد آپشنشو بتونی تغییر بدی، اصلا کلا باید یه چیز دیگه میرفتی میگرفتی، یه بلیت جدا رو باید کلیک میکردی که بتونی وی آی پیشو بخری. خلاص همجی نشستیم تا برسیم به بوهول دیگه. همین الان رسیدیم به بندر جزیره بوهول. اینجا ترمینال فریاشه، ترمینال لنجاشه. اولش برنامه‌مون این بود که یه شب توی این جزیره بمونیم، ولی متاسفانه مجبور شدیم یه روزه کنیم برنامه رو به خاطر اینکه بعد برگردیم جزیره سبو و فردا صبح به اون کوسه‌های نهنگی برسیم و خلاصه جور نشد که یه شب اینجا بمونیم، ولی دیگه جایی که بشه میریم این جزیره زیبا رو بهتون نشون بدیم.
اومدیم کانزرویشن ایریایی که این حیوانا رو نگهداری میکنن ببینیمشون. بالاخره از نزدیک میخوایم حیوانای گوگولی مگولی رو ببینیم. اینم از بلیتمون. بلیتمون رو دونه 150 گرفتیم، یعنی حدودا 3 دلار. اینجا یه دونه تریل داره که همجوری راه میریم و اینا رو تو نقطه‌های مختلف این پارک میبینیم. بعد حالا بیشتر میخوام راجع به این موجود جالب و شگفت انگیز براتون توضیح بدم. این بجز اینکه یه موجود کوچولو گوگولیه، کلی ویژگی خیلی خفن داره که کورکوپرتون، البته من کورکوپرم ریخ شام شاید بریزه وقتی توضیح بدم. این تارسیرا موجودات خیلی ریز با حالی که میبینین، اینا نسبت خیلی نزدیکی با میمونا و همچنین با انسان‌ها دارن و از نظر ژنتیکی خیلی نزدیکن به انسان. ما باهاشون اجداد مشترک داریم. تو وقتی خب میگیم اجداد مشترک، یکم باید بیشتر توضیح بدیم منظورمون چیه. خب ما مثلا با این درخت‌ها هم اجداد مشترک داریم، یا مثلا با سوسک هم اجداد مشترک داریم. پس چرا مثلا اجداد مشترکی که با این تارسیاره داریم برجسته تره؟ همش بستگی با این داره که توی سیر تکامل کی ما جدا شدیم از این حیوانا. مثلا شما اگه نگاه کنین زمان دایناسورا یه سری موجود بودن که بعدن اینا نوادگانشون شاخه شاخه شدن و تبدیل شدن به همه حیوانایی که امروز میبینیم. یه شاخه بوده که اومده شده میمونها، بعد مثلا گوریلا و شامپانزه ها و انسان ها، بعد از اون طرف این تارسیر با یکی از همونایی هست که از اون اجداد مشترک ما که از زمان دایناسورا شروع شده ما باشون جد مشترک داریم. یه جوری بگو ما هم بفهمیم. مثلا سگا و گربه ها و اکثر درنده های پستاندار همه با هم دیگه توی یه شاخه قرار میگیرن به اسم کارنیوورس. همون نزدیکی که سگ و گربه با هم دارن و این موجودات تارسیر با ما دارن، با اون که انقدر بیشتر نیستن خیلی به ما نزدیکن. بهترین جای عکاسی رو هم پیدا کردیم. اونجا دوربین رو میذارن، بعد اون کوچولو هم میمون کوچولو هم اونجا بسده، یه از اونجا از ما عکس میگیرن. عجب سوسیسی همش بیشته. به به موشش کردی رفت حیوانه به این باهوشی. 130 نه نگاه کن چه گوگلیه. اینجا جغده که ایوه نه چه شبیه جغد درستش کرده. آره راست میگی، دومشو شبیه دو جغد درستش. اینم هست، اینم با حاله. اینجا شاید خوشگل درست کردن اینا رو، اینو برداشتیم برای یادگاری. اینم 20 پسوسه، یعنی زیر نیم دلار. نگاه این عروسکی از خود حیوانه گنده تره. از اینجا میریم بالا تپه‌های شکلاتی از چشم انداز بهتری ببینیم.
واو چقدر خفنه منظرش، فوق‌العاده زیبا، سرسبز، همینجوری کپه کپه از روی زمین نگاه در اومده، کله گرد، گردلو. دلیل اینکه به اینجا میگن تپه های شکلاتی چیه؟ زمان آخر فصل خشکه این جزیره، اینجا اینقدر خوش میشه، این کپه هایی که میبینید همه قهوه‌ای شکل میشه چون دیگه این سبزی های روش روش نمی کنه و به شکل شکلات در میاد، برای همین بهش میگن تپه های شکلاتی. چرا معروف ترین جاذبه جزیره بحوله؟ به خاطر اینکه این منظره و این تپه های کپه کپه گرشک رو تو کل دنیا فقط تو این قسمت تو همین جزیره میتونید پیدا کنید. شاید یه چیزای شبیهش تو کشورهای دیگه باشه که قطعاً هست، ولی دقیقاً با این نظم اینقدر تپه ها نزدیک به هم و اینقدر تعداد زیاد، بیش از 2000 تا از اینا وجود داره، فقط تو همین جزیره بحول پیدا میشه. واقعاً پدیده جغرافیایی خاص و قشنگیه. دلیل معروفیتش اینه که هیچ کس نمیدونه این همه تپه به این گردی و خوشگلی و منظمی با این تعداد بالا اصلا چجوری شکل گرفته، یعنی از نظر جغرافیایی چجوری توجیه میشه. زمین شناسا توضیح کاملا دقیقی ندارن برای این پدیده. اصلا به هیچ عنوان جدی میفرمایی؟ این اینایی که ما اینا رو بعد کجا ما در آوردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ خیلی ها معتقدن که اصلا اینا رو اول انسان ها اومدن ساختن با سنگ و گل و اینا و حالا بعدن به مرور زمان روش درخت روش کرده، مثل خیلی از ساختارهای قدیمی دیگه که به مرور زمان روشون گیاه روش میکنه. و این فرضیه اگه درست باشه اینا قدمتشون از اهرام ثلاثه مصر هم بیشتره، منتها اکثر زمینشناسا این فرضیه رو رد میکنن و میگن که بهش نمیخوره آدم سوخته باشه، ولی یه توجیه جغرافیایی داره که ما درست نمیدونیم. حالا یه سری نظریه افسانه‌ای هم راجع بهش هست که یکیش میگه دو تا غول داشتن با هم دیگه میجنگیدن، با هم دیگه توپای گل پرت میکردن و این توپای گل میافته رو زمین، بعدن روش گیاه روش میکنه، این شکلی میشه. و یه ورژن رمانتیک ترش هم هست که میگه یه دونه غول بوده، وقتی که همسرش از دست میده انقدر اشک میریزه که این اشکاش تبدیل میشه به این تپه‌های گلی. بیش از 2000 تا از اینا توی این زمین وجود داره. زمان فیلیپین اومدیم، اما حواسمون نبود که دقیقاً یک هفته توی لو سیزنشون های سیزنه و اون زمانی نیست جز همین سال نو چینی که کلی چینی اومده، خانواده‌های بزرگ بزرگ، تمام این قایقا چینیان. جلوی ما هم یه صف 20 نفره چینی بودش. این هفته های سیزن فیلیپینه به خاطر سال نو. فعالیت بعدیمون توی جزیره بحول کروز توی رودخونه‌شه که خیلی معروفه، کروز با بوفه و همچنین اجرای رقص. نمایش. آره. چه خوشگله یکی. حالا اومدیم تو صف غذا وایستادیم. آوردن ما رو سر یه میز نشوندن با آدمای دیگه که اینا از ویسکانسین آمریکا اومدن و باشون آشنا شدیم دیگه. بریم راجع به تجربه های سفرمون با هم حرف بزنیم.
بالاخره کشتیمون راه افتاد، از اون هم برداشتیم، اسمش هم خوردیم. البته خیلی خوشگل بود، خودش رنگ بود، فقط بینه این فیلتر های رنگی که میبینیم واقعا زیباست. آقای خواننده داره راجع به فیلیپین میخونه و خوش آمد میگه که وارد فیلیپین شدید و قشنگ فیلیپین و اینا. Pagkatang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. واقعا زیباست این رودخونه‌اش. میبینین توپ توپیه داخل نخلا نارگیل هستن، یه نوع نارگیله که فقط توش آب نداره، فقط گوشت داره. اگه ولاگ قسمت دانانگ ویتنام رو نگاه کنیم اونجا کامل توضیح دادیم راجع به این نارگیلا. ولاگ کامبوج رو هم پس ببینید برای دیدن مزه. در ضمن قیمت این ریور کروز با بوفه کامل و نمایش زنده بودش در میاد 13 یا 18 دلار نفری. خیلی واقعا به صرفه بود، فقط نوشیدنی نداره که نوشیدنیاش هم قیمتاش خوبه. آبش 35 میده، آب میوه‌هاش که آب میوه طبیعی هستش هم 125 تا حدود 3 دلار میشه و آبش هم که 50 سنت تقریبا میشه. کم زمینا معرفی کن. Our friend Mariah, we met her on the boat, we're sitting on the same table and we got to socialize and talk about our experiences. And now I'm learning all about social media. I'm very lucky to meet these two. What's your life in Wisconsin? You live in Wisconsin, right? Minnesota. Oh, Minnesota. You live in Wisconsin, I live in Minnesota. Oh, she lives in Minnesota. Yeah. Which city? It's a tiny little town, it's called Chandler, Minnesota. It's 200 people. Cool. And she worked in the cruise industry. Yeah, Carnival Cruise Line. با یه خانواده اومدن که از ویسکانسین هستن ولی خودش مال مینیسوتا هست و توی شرکت کروز کار میکنه و عاشق سفر رو داره. از اون میپرسید که اگه بخوام چنل باز کنم باید چی کار بکنم و کدوم سوشال مدیا رو به ما معرفی میکنی بهتره.
هولو ها بهول تو خود جزیره بهول اینا یه دونه فیستا دارن جشنه هم کلمه فیستای یکی از اول می تا آخر می همسایه‌های مختلف این جزیره همه غذا میدن و هر کسی که بخواد یا حتی اگه نیازمند باشه حتی اگه نیازمند نباشه فقط بخواد بره امتحان کنم همه به هم دیگه میرسن و به هم دیگه غذا میدن و به هم دیگه غذا میخورن و همه درا بازه آره همه سفره پهنه خیلی زوده برادر بیس بره حالا خب این ور نمیشه بره همه دارن میرن این ور همه کجا میرن؟ نمیدونم من از کسی نپرسیدم بچه ها دیدم همه این ور میرن من گفتم اینجا بریم ببینیم چی میشه این ور که قایق اومده اون ور نمیده خب تا حالا دیگه داریم برمیگردیم سفر کشتیمون بشیم این کشتی خیلی سریع پر شد از اولش هم آپگرید اول از همه میره یعنی اون قسمت وی آی پی صندلیه که خیلی راحت و نرمه زودتر میرن و ما وقتی که می‌خواستیم بگیریم تیکت ها رو تیکت ساعت آخرش سنس آخرش بهمون نرسید که 5 و نیم مجبور شدیم 4 و نیمش رو بگیریم همینم که گرفتیم باز دوباره گفتیم که آپگرید می‌تونیم بکنیم گفتن نه از هم اولا تو وبسایتش نبود ولی دیگه داریم برمیگردیم سمت جزیره سبو حالا برگشتیم به جزیره سبو که توی ولاگ قبلی کامل تر دیدیم شب آخر تو جزیره سبو رو هم بریم یه چرخی بزنیم این هم باز دوباره مجسمه جولیبی نگاه کنید چقدر از این جولیبی ها توی فیلیپین زیاده آره احتمالا فیلیپینه همه جای فیلیپین میبینیم ما هم که یه بار تو مانیلا توش غذا خوردیم حداقل میتونیم بگیم که تجربه جولیبی رو هم داشتیم تو فیلیپین دلی خوبیش به اینه که زیاد هن آدم میتونه واسه دستشویی هم استفاده کنه Am I a joke to you? البته ما خیلی زود رسیدیم برای بیچ کلاب و از طرفی هم وسط هفته است واسه همین اصلا ممکنه خبری نباشه اما به هر حال گفتیم یه شبه جزیره قشنگ بیایم یه سر بزنیم و ببینیم که چه خبره این شبه جزیره اسمش هست لاپولاپو در جنوب سبو اینجا سه تا هم استخر داره یه استخر اون طبقه بالایی که داره ازش آبشار میریزه یه دونه استخر پایینشه و اینم استخر اینفینیتی یه استخر اینفینیتی هم اون ته داره بعد الان ویو اقیانوس رو داشته باشیم اما چون تاریکه هیچی نمیبینیم اینم از ساحلش اینجا یه ساحل خصوصی هم داره بخصوص خود هتل در کنارش هم یه بیچ کلابه اینجا کلن توی این شبه جزیره میگن خیلی بیچ کلابای مختلفی وجود داره الان ما یکیشو انتخاب کردیم بخصوص ریویو اومدیم ببینیم چه خبره تو روز قطعا خب اینجا خیلی خوشگل تره ولی خب ما چون برنامه خیلی پکته دیگه وقت نکردیم Yes. می
بیچ کلابای اینجا خیلی معروفن، هم برای روزش هم برای شبش. روزا خب مردم میان از ساحل زیبا و اینا استفاده میکنن، اسنورکل میکنن و خب قشنگی خودشو داره. شب هم توی بیچ کلابای این شبه جزیره برنامه‌های رقص آتیش و نمایش آتیش و اینجور چیزاست. ولی بیشتر جمعه آره که تو ویکند آخر هفته است. اما ازش پرسیدیم برنامه داری امشب، گفتش که نه نمایش آتش بازیاشون فقط مخصوص آخر هفته است که شلوغ تره. اشکال نداره، خوب بود دیگه، حداقل یه وایب ساحلی این سبورم چشیدیم. ما رو یاد جابجا کردن یک مرتبه. حالا از اینجا ادامه میدیم. حالا ما بیشتر اومدیم اینجا که خودمون رو توی وایب بیچ کلاب ساحلی متناسب قرار بدیم که بیایم توضیحات تکمیلی و راجع به بوهول بدیم. اول از همه یکم راجع به تاریخ منحصر به فرد بوهول بگم که متمایزش میکنه از تاریخ بقیه فیلیپین که توی ولاگ مانیلا کامل توضیح دادیم. نکته جالب اینجا اینه که زمانی که اسپانیایی ها میان اینجا، برخلاف بقیه جزایر که همشون یا اکثرشون سلطنت اسلامی یا بودایی داشتن، اینجا اصلا یه سلطنت مرکزی نداشته، بیشتر روستاهای مستقل بودن و حالت خانی داشتن و آیین بودایی و اسلامی که به بقیه جزایر رسیده بوده اینجا حاکم نشده بوده و بیشتر آیین محلی خودشونو داشتن که به پرستش ارواح و اموات گذشته اعتقاد داشتن. اولین قرارداد صلح‌آمیز بین فیلیپینی‌ها و اسپانیایی‌ها که دهه‌ها بعد از ورود اسپانیایی‌ها و دهه‌ها بعد از جنگشون با اسپانیایی‌ها بوده، توی این جزیره بوهول امضا میشه. قسمتی که ما نتونستیم بریم یه جزیره دیگه است به اسم پانگلاو که دقیقاً زیر بوهوله، با دو تا پل کوچولو به هم دیگه وصل میشه که ما اگه وقت داشتیم قطعاً دوست داشتیم یه شب بمونیم اونجا هم بریم، به خاطر اینکه یه ساحل داره به اسم آلونا، یه وایبی شبیه اینجا داره ولی کلی متراکم‌تره و کنار هم کنار هم رستورانش ساحلیه، چه رستورانای مثلا هایند با کلاس، چه مثلا خیلی خودمونی و ساحلی، چه مثلا پارتی‌های ساحلی و نمیدونم رقص آتیش و اینجور چیزا که البته اینجا هم قرار بود رقص آتیش داشته باشه ولی فهمیدیم که فقط ویکندا داره. و خلاصه فضای جالبیه که آدم حداقل یه شب بگذرونه. ما هم دوست داشتیم بمونیم ولی چون برنامه‌ریزی فیلیپیمون یکم لحظه آخری شد و فهمیدیم که الان دقیقا این هفته های سیزن به خاطر سال نو چینی، خیلی از فعالیت‌ها، پروازها، هتل‌ها، همه اینا پر بود و یه سری محدودیت‌ها ایجاد کرد برای برنامه‌ریزیمون و جور نشد که یه شب بمونیم توی بوهول. ولی اگه شما اومدین پیشنهاد می‌کنیم که یه شب هم بمونین، این جنبه‌ش هم ببینید که حالا چند ثانیه از ویدیوهایی که توی یوتیوب پیدا کردیم رو در ادامه می‌ذاریم که شما هم بتونید ببینیدش. اینم از لابستر رولمون که کلی گلکاری کردن تو این بیچ کلابه.
باید بودو بودو بریم، فقط هواپیمامون نپره به خاطر ولنتاین. امروز خیلی شلوغ بود جاده ها، به جای یه روب راه یه روبش و چهل لیره. خدا رو شکر با کمی استرس تونستیم به موقع برسیم به پروازمون. چون هواپیماش خیلی کوچولوه باید کریانامون رو میدادیم رو بار و اینو حد اکثر 45 دقیقه قبل پرواز نوشته بود که بسته میشه. دقیقاً سر ساعت 1:00 رسیدیم به چکین کانتر و اگه یک دقیقه دیگه تمی رسیدیم ممکن بود کلن کارمنداش جمع کنن برن. آره یک شانس خیلی شدید اینجا آوردیم. تازه همین الان تا رسیدیم اسممون هم صدا کردن، گفتن مستر حسین و خانم نیکا سری بیاین گیت 26. اینم از فرودگاه جزیره سبو. جالبه علاوه بر این که به پرواز رسیدیم با اون که یه چند دقیقه هم یا یه روبی هم تاخیر داره حتی تونستیم لانجش هم بیایم و این دفعه هم از دست ندیم لانج مجانی. آره ما یه عضو یه کارت بانکی هستیم به نام پرایورتی پس چیز که هر جای دنیا بخوایم بریم خیلی جاها میتونیم از لانجاشون استفاده بکنیم، حتی تو جزیره سبو. حالا داریم میریم سوار یکی از کوچیک‌ترین پروازهای زندگیمون بشیم. حالا به همون اونجا چرت هم میدادن که از اتوبوس که اون بره بتونیم با چرت میریم بیرن یا بعضی از اتوبوس ها گرفتیم. آره برای اینکه آفتاب نخورن و اینجا جمعش میکنه. هلو گود افترنون. ما 9:10 باید سعی کنیم عوض کنیم که با هم بشیم. چه صحنه عجیبه این. عجیبه واقعا عجیبه. بغلمون این موتور گنده است. اینم از آخرین منظرهای ما از جزیره سبو. بعد فکر کنم بوهلو هم از همینجا بشه دید.